توجه توجه، علامتی که همکنون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید. چه خبره؟ محله رو گذاشتی؟ خب نمیدونی چی شده دیگه؟ چی شده؟ با محمد کنکور قبول شده. یا فاطمه زهرا، راست میگی؟ راست میگی، چه نفر اول شده اینا؟ عکسش انداختن. مگه زو کشیده که اول بشه؟ بابا دانشگاه از زو بهتر، 1,000,000 نفر زو میکشن، 4 تاشون میرن داخل. یا ببینم عکس بچه‌مو. اینها اینها اینها. اینو بگی. بدهشو من. ناکن این عکس انداختن عین خودم خوشتی به خوشگه. پس عین خود منم درسو. تو که اصلا مکتب نرفته دکتری. دکتر کجا؟ دکتر کجا؟ بابا اون که هنوز دکتر نشده. حالا دکتر نشده کجا؟ بابا از تو اتاقش. محمد بیا بیا. محمد بابا کجایی؟ محمد کجایی بابا؟ چرا؟ ببین نمیدونی چیکار کردی. چیکار کردم من؟ کاری کردی کار سون. چرا مگه چیکار کردی؟ ببین ببین میترسم از اونم بچه‌ها بپوشم. ببین رتبه اول کنکور شدی نه؟ عکسو نگاه کن. قربون شکلت بشم. نمیدونی چیکار. این چیه؟ ساکه دیگه آقا. همون می‌خوای بری؟ بله، یعنی نه. خیلی آقا همون با هم میریم که یک کیسه پشت باباتو بکش دکتر بشی که ما دستون بهت نمیرسه دیگه. دکتر پس حله دیگه. حله ما یه قراری با هم گذاشتیم. چی گذاشتیم؟ قرار گذاشتیم که اگه من قبول شدم دانشگاه بزنیم رم جبه. من هم چه قراری گذاشتم؟
آره نه من گفتم نه اگر گفتم اگر قبول نشی بری رومی ریختتو نبینم، نه اینکه قبول بشی اونم با این رتبه. بی بی آقا جو قول نداد همون روزی که من از پادگان آموزشی برگردون جلوی همه دوستام آبروم بردی، یادتون نیست؟ اون موقع بابا سرش داغ بود یه چیزی خورد. چی خوردم؟ چای تو. آره یادم، نه گفتم که اگه قبول نشی اونجوری فکر کنی خاله بازی جبهه، جبهه توپ و تانک نقل و نواتش سر به داغه. ای بابا روزی صد بار مامانش داره خودشو میزنه. مشتی من؟ آره میری زیر زمین خودت لطفار کنی، دوبار اومدن نداشتن دیگه. آقا جو اشکال نداره جبهه میخوای بری، ما هم ایرانیم دیگه، ما هم فکر چی وطنمون رو میخوام بفروشیم. آقا شما اول برو همون بیا، میری دانشجو ثبت نام میکنی، میری اونجا فوق دیپلم میگیری، میری لیسانس میگیری، فوق لیسانس میگیری، دکترا میگیری، پروفسور میشی، مطب میزنی، خیلی خوش یه روز گروپ در مطب میبندیم میریم جبهه دینمون رو ادا میکنیم. اینجوری که بسیا اومدن از تهران رد شدن رسیدن نمک‌آبرود دارن شنا میکنه، زمین دادیم زمان گرفتیم میریم نمک‌آبرود، ما دشمن مال ما میریم اونجا خیر خیرشون میجوییم. من قول میدم بعد از جبهه برم دانشگاه. وا بولی مامانت یه تو که پاپاشو بیا با هم بریم راه هم ببین پدر مادرها با چه افتخاری بچه‌هاشون از زیر قرآن رد میکنن. آره ما که گوشمند نیستیم اینا رو درک میکنیم. بنده هم اگه 12 تا بچه داشته باشم 4 تاش 5 تاش 6 تاش برن جبهه فدای این کشور میشن. یه دونه بچه دارم اجاق کوری که حالیت میشه چیه؟ ببینم میره. نه تو رو نمیگم میخوام حالیش کنم، نمیفهمه دیگه، میخوای هوا میارم سر مامانت بیچاره تو قلبش. مامان چلریو نه اجازه بده. آقا جون من نه بذار حرف آخر رو بزنم. ببین دکتر من گفته استرس پسترس مسترس بگیری قلبت وای میسه. ببین میخوای قلبم وایسه بفرم برو نه بی کنه بذار بره برو نمیره. من میدونم نمیره جدا برم. ببین من چشم میکنم اگه خجالت میگیر آه برو دستتو بردار. ببین ببین دست واقعا برو جناشو بگیر. نه اون روی سگم بالا نایمده. بیا محمد دیگه بایستا محمد بایستا بایستا چه عجله داری؟ کجا داری میری الان تو؟ خودتون گفتیم برو. خب ببین تو حرف منو گوش کردی داری میری؟ آره دیگه گفتیم برو به سلامت. به من که زبونم مو در تو خیلی حرف گوش کردی حرف بابا تو گوش کن. اینو بگی نتا خون جلو شدن میگیره بی خطرناک میشه. راه نداره برگردی؟ الزام گرفتم دارم میرم مسجد. من الان بیام به مسجد صحبت کنم اتفاقی نمیفته نمیتونی نری؟ زشت. راه نداره برگردی. نه راه نداره. من میرم دستشونو میبوسم قبول. من همه کارامو کردم، وصیت نامه هم نوشتم. خدا من مرگم وصیت. تو وصیت نامه تو نوشتی؟ وصیت نامه؟ آی قلبم کجا بیفتم؟ همش خیسه که خب اون همونجا کفش بیفتم. دیدی محمد؟ دیدی؟ کشتش مرد. دیگه قلبم مردم. آقا جون من 100 دفعه به شما گفتم قلب سمت چپ. آها خوب گفتی قلبم پیدا کردم. قلبم بیبی آبی زهره ما نیستی. باشی بیا بکنی بیا کشتش بیا باشتش. از هاوز آوردی؟ آره. آقا من که من باز دارم آفیدی. آقا قلبم آقا جون جون من پشت فیلم بازی. حالا فیلم گفت من فیلم بازی میکنم. یه دقیقه به سندرم بخواد بره سیکی تیکه بشه. آدم جونه بر باشه، بابای مهربون نباشه، چرا حالیت نمیشه؟ درس نخور بیا احساس به خرج نده. اگه قرار بود بمیرن ماهی ها به این زنی نمیخورم بابا تشنم. خروس هم از اونجا آب میخور. خروس عصبانی نمیشه که بابا آدم عصب نشه. آب حوز واسه خوبی. بذار ببینم راحت شم. ببین من مردم اون بالا اعلامه میرسین کل بدلی ها فان زیرش هم میرسین اینو محمد کشینی به سرش شد دمه در مسیر هم حق نداره با ایسا بهت گفته باشم. خب اگه در همین حده پس با ایزتون من برم. بشین ببین پات از این حضور بهتر بذاری شیرم حلالت نمی کنم. یعنی شیر سر حلالت نمی کنم. شما که به من شیر خشک دادی. من؟ آره دیگه خودتون گفتین. بابا دو سال شیر ریختم تو الخومه دست در پر. خب شیر خشک بوده دیگه. دو چی خودی؟ چین بی تربیتی فیل چیپس پفک آلاسکا هر چی خوردی هیچ کدوم حلالت نمی کنم. شما داری دبه می باش حلال نکن. من میرم دم مست. خدا من تکو بگی دوش کن. آی قلبم واقعا قلبم چند خودم چک دستش چک رفت.
بابا. چی نگو بشین بشین. بابا تو ول کن. بابا تو. عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است، دادن سر نه عجب، داشتن سر عجب است. خدا رو شکر میکنم میبینم که یه تعداد جوون همچی باحال دارن میرن خط مقدم جبهه بجنگن. از همه چیزتون گذشتید، درس و دانشگاه و زندگی و دنیا. خدا رو شکر من خیلی خوشحالم. درس و دانشگاه رو بعدا هم میشه خوند. من وقتی میبینم صف کنکور از صف اعزام طولانی تره خجالت میکشم. آفرین به غیرت شما. یعنی شما مردید. یعنی بهونه نمیارید. مثل یه سری آدم که درست همین موقع میگن آقا یعنی چی؟ من بابام مثلا اجازه نمیده، مادرم اجازه نمیده. آقا تو آشرام همینو گفتن دیگه. گفتن نمیدونم ما طلبکاریم، بدهکاریم، پدرمون اجازه. آقا شما خود اعزام بشی بفرمایید. حاجی ببخشید، بعد از خوب شدن که فشار قوی دست گرفتید، مغز بچه‌های مردم داره شستشون میده. هیچ کی چیز صداش در نمیاد. ببخشید آقا اسم شریفشون چیه؟ من پازوکی هستم. آقای پازوکی شما اول برو دینتو یاد بگی، احکامو یاد بگی، بعد بفرما جلوی این چشم من معصوم سخنرانی کن. این چه میده فکر میکنه تو علامه دهری؟ من سوال میکنم حاجی، خواهم مسئلتون، پدر راضی نباشه پسر روزه مستحبی بگیره قبوله؟ نه تنها قبول نیست، از اویم بالاتر باطلم هست. قربون شکل ماهت، اگر پدر راضی نباشه، پدر راضی نباشه، سفر زیارتی میتونه بره بچه؟ سفر که میتونه بره، ولی چون سفر معصیته از اویم بالاتر بعد نمازش هم کامل بخونه. بارکلا خدا اون نازنین آقات بیامرزه. حاجی آقا 10 تا مثل شما سایه‌شون تو این محل باشه کمه. این بابا هنوز احکامو نمیدونه با پای چپ باید بره تو دستشویی یا با پای راست. به قول موتور هوندا بهش ندی نماز صبحش پا نمیشه. این میخواد دین خدا رو یاری کنه. بفرما پاشو بابا جون، پاشو بابا جون. حاج آقا جسارت کردیم صدا اون آوردیم بالا. پاشو ببین دستم به کمربند مثل محضر حاج آقا و پازیکو مازیکی سرم نمیشه. تفنگم نمیترسم، شرارت رنگم برام دوزار ارزش نداره. خودم یه پا ببرم خون جلو چشم بگیره ردیف اولو لط پار بکنم میکشمت بیرون. پا میشی میای ندار دست به کمر بشم. آبرو داری کن، یه دونه کاسه ماست میخری اومدی نونشم با خودم بشمر صدام خونه پا میچسونی. سلام علیکم. سلام مشتی، چه خبر؟ یه پنبه یدهی زدم اگه به جای کومولو دموکرات دستگیرش نکنن نندازن توی هلوفتونی جبهه پر. مگه ما ضد انقلابی؟ خب تو اگه خیلی الله اکبر انقلابی هستی پاشو برو جبهه خدمت کن. من برم جبهه که تو زن بگیری؟ گور خوندی؟ ببین حرف میزنی دهنت شکر میریزه. چطور شرط کنیم زن بگیره پاشو بره جبهه؟ اون وقت زن بگیره میذاری بره جبهه؟ بابا حالا زنو بگیره ما میگیم این نون به این ماست. اصلا زن بگیره زمینگیر میشه، زن مثل تومور میمونه، تا سر کوچه هم نمیره. خونیا پس اونا که زن دارن چه جوری میرن جبهه؟ زن ما رو باش آخه یه ذره زرنگاش بابا، اینا به یه زن قانع نیستن. میخوان برن شهید میشن، برن اونجا حوری بگیرن. مثل من نیستم که تو رو با 30 تا حوری عوض نمیکنم نمیرم اونجا. بله میرفتم دیگه. تو عمرت یک حرف درست حسابی زدی، اینم همینه که الان گفتی. جای این حرفا سبزیتو خورد کردی، پاشو برو راضیه راضی کن، گرم نگاش دار. پس وقتی میخوام بریم خواستگاری دبه نکنه. آقا جون میشه از یه مسیر دیگه بریم؟ اینجا نریم راستش. شما عدمن و مرشین از جلوی مسیر داریم رد میکنیم. بریم همه نماز خونه خود سوار تنشون بریم. شبا من آدم باشم. بریم 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 الو روزیه. علیکی سلام. چه خبر امشب خونه شما؟ چی شده؟ خونتون رو میگم. چی شده خواه؟ این پسر کچه رو پوشیده با ننه باباش داریم رو سمت خونه شما. چی کار؟ کیو میگی؟ همین محمد رو میگم، پسر عمود. آبا که هیچی نیست، علکیه. به موت
قسم اگه امشب بساط خواستگاری باشه خون به پا میکنم. به جون خودت خون این پسره رو میریزم. دیگونه بازی در نیار. بر اون پدرت لعنت. با ما ایده داشت؟ چه حرفیه میزنی داداش؟ پدر من تو یکیه، مثل که رادیو گوش نمی کنی. آها اینو میگی، مرد که صدام میگم بیشرف، خواب آروم از این مردم گرفته. ولش کن یه حرفا رو، رادیو جان کجاست؟ راضیه. ببین ماما جان، های اول زندگی میخواد شروع بشه، حواست رو خوب جمع کن، کار نکن بشینه بگه که باد در خونه رو بکنه بهتره تا داماد بکنه. یعنی هر تم از جبهه اینا اصلا انگوش بزنی جا، بزنی جا انگوش رو بزنی جا، بزنی جا بگم جبهه پر. آگه ما صحبتامون رو با هم نکردیم، من اینقدر سنگ میزنم جلو پاشون که نشه. راست میگه. خیره نگاه کن، یاد باشی کم آوردم تو هم کمکم کنه. باشی بیا. ببخشید داداشا، ببخشید شما دستم زحمت شما. داداش ما بدون گل و شیرین اومدیم به خاطر ایام است و شاید این خوبیت نداره محرم ها. بفرد ده 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 ده. ما امشب باید حتما کار این دوتا جوان رو تموم کنیم. محمد من از بچگی میشناسم، واقعیتش مشکلش این جبهه رفتنش. نه اون که اصلا حل شد، رفت گفتیم جبهه پر تموم شد. بله. یعنی جبهه نمیره؟ نه تموم شد. نه جبهه نمیره. خب یه مشکل دیگه هم داره. چه مشکل؟ مشکل کارش زن داداش، کاری نداره. من این دانشگاه قبول شده، چند وقت دیگه دکتر میشه، انشالله مطب میزنه. تا اون موقع انشالله سایه پدرش بالا سرشون هست. مطب میزنه؟ بله. حالا گیرم این مشکلت هم حل شد، خونه رو چیکار میکنی؟ خونه هم نداری که قربونت برم. خونه بابا طبقه بالا رو براش میسازم، فرش مخمل کاشون میزنم بیا کیف کنی. خونه نداره. یه مشکل دیگه هم هست. دیگه چه مشکلی؟ مشکل تنهایی منه. تنهایی تو؟ بله. میخوای صبح به صبح دستو بگیرم ببرم پارک میچرخونم؟ خوبه راه ده نداره. ببینم راضیه که تو این خونه صبح به صبح میره واسه من نون میخره میاد، این مشکلی که میخواد حل کنه. کوف بخونه. چی فرمودی؟ نه هیچی چیز نم. میام داداش میخوای صبح صبح من میخوام برم سر کار یه نون وردارم لوله کنم بچفونم تو دهنت؟ چه حرفی داره میزنی؟ باشه، ولی یه مسئله مهمترم اینجا وجود داره. دیگه چیه؟ برنامه یه سر خاک مادرش چیکار کنیم؟ میریم همه میریم سر خاک مادر. خب من هفته یک بار میبرم این سر مزاره. هفته یه بار چیه؟ این روزی دو دفعه باید بره سر خاک مادرشو برگرده خونه. دو بار؟ راضیه؟ مادر تو به این کارا راضیه؟ حتما راضیه که میره دیگه. کنترات کردی هر روز بری؟ اصلا گیرم همه اینا هست. دیگه چی؟ اصلا راضیه خودت بگو. بگو بابا جون، خجالت نکشی. بگو چیه مادر؟ بگو. بابات که همه چی میگه شما هم دوستا بگو. 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 بیادبی زنم اون، ولی من فکر نمی کنم محمد آقا با کار و درس من کنار بیان. کارت مگه چیه؟ آخه چی؟ من میخوام بازیگر شم. میبینین کنار نمیاد. تو با این ریخت و قیافت میخوای بازیگر شی؟ نکنه فکر میکنی ویجینتی مالایی؟ چی؟ ویجینتی مالا؟ شما اینا رو کجا میشناسی بیبی؟ خب ما در سر سفره خانوما میگن، خب منم یاد میگیرم دیگه مادر جون. باز این لعنتی شروع کرد. پاشیم زودتر بریم یه پناهگاه ایجاد، بریم تو پناهگاه. بیستا با من تو این حیات بیفته من نمیترسم نه چی. تا تکلیف این دوتا کبوتر آشه معلوم نشه از جام جام نمیخواد. سرتون میفته که جمعه. پاشین بابا، پاشین بابا، پاشین بابا، پاشین بابا، بزن بزن بابا.
همین نزدیکی‌ها رو زد و نتیش کنه الهی. این همه آدم میاد تو این تنگا نصف اینا اگه برن چپا جنگ کلک ساته تموم. نه با اون حرفاسو. من برم مسجد به بچهای مسجد کمک. میخوای خدمت کنی تو همین پناهگاه به همین مردم خدمت کنی. آره مادر. باشه با عزتتون من میرم اون قسمت به مردم کمک. بیرون نریا. جازی شما برو به مردم یه دور. کجا بره؟ بابا شاید بخون دو کلم با هم حرف خصوصی بزنن. رسم دیگه. این بمبارا تو پناهگاه. حالا هر چه میخواد شگون داره. جلو چشم باشی. همون بمبش انداخت. ای بابا. با عزت. واقعیتش اینه که داداشم. زن داداش. خداییش بخواین آم من قلبم خودم راضیم به این بسته کی بهتر از من مرد آب میل داریم؟ نه خیلوشه جان راستش من از حرفای توی خونه متوجه شدم که شما خیلی دلتون رضا به این وصلت نیست چرا شما باهوشین؟ بله یعنی راضیه راضی نیست؟ راضیه اگر راضی باشه کار تمومه حتما ناراضیه چند سال پیش قبل از اینکه زنمو فوت کنه به بیبی گفته بود که شما رو واسه خسرو نشون کرده اما بیبی و آقا جونم فکر میکنن که فقط در حد حرفه نه ماجرا خیلی جدیه البته ما از ترس عمو جون و زنمو جرئت نکردیم بگیم حالا اگه شما به این چیزی که من میگم گوش کنید هم شما دوتا به هم میرسین هم من از اصرارای بیمورد آقا جون و بیبیم راحت میشم راست میگی؟ ما از کجا الان بدونیم که راضیه راضیه یا ناراضیه؟ بابا تو داری یه حرفی میزنی انگار که بازی ها اومدیم از شانسی بعد ما شما سعی سالم رفتی جبه سعی سالم هم برگشتیم اون وقت من مجبور میشم سر صفحه حرف شما شما خیالت راحت باشه و اگه خدا بخواد خوابشم دیدن این سفر سفر آخره دیگه برگشت نداره من شوخی کردم بابا ایشالله سالم برین سالم برگردیم شوخی هم کردی؟ خسرو شهر نکنی حالا داری داره بیا اینجا خوبیت نداره بیا خسرو کنی دستان فرد کن زشت تو چه چه خبر شد اونجا کشنی معلومی داری اشتباه میکنی قضیه اینطوری نیست قضیه چطوری است که ما نمیدونیم با کد شربا بلند شدی رفتی اونجا تو تاریکی داری باش پچ پچ میکنی کم بوده با هم دیگه تو محل دیده بشین دیگه بعد فاتحه و خسرو هم خونده بابام داره می چیه چرا مرکی گرفتی دست شما درد نکن آقا ماه این همه رفتیم و اومدیم این همه حرف زدیم که تهش بشه این چی شده مگه ما با هم قول و قرار نداشتیم دو دفعه باشه دیگه در خونه ما فکر کردی صاحب دختری دو دفعه اومدم رفتم که دستت خالی بود آقا ماه وگرنه که همون اول تمام شرده بودم رفته بود خجالت بکش بچه بازی زن من میشه آقا ماه بارا زن بابا بارا بارا دیگه چشم به چشت نیفتا اعلام خدا رو شد خانم و آقایو وضعیت سفید اعلام شد میتونیم بریم خونه هاتون خاتمه یافته یا احتمال آن از بین رفته است از پناهگاه خارج شدید شرطای منه که الحمدلله قبول کرد میمونه فقط چیز چی بود گفتی به؟ با چند بار بگم تفاهم تفاهم آه میمونه تفاهم که اونم اینه با هم بزرگ شدن تفاهم دارن منم این انگشتر رو دست تو میکنم برای نشونه نه قربونه تو منفرم پیش خودتون بمونه زمان آخه عزیزم قابل تو نداره قربونه شما تو دست شما قشنگ تره به خاطر اینکه اینا شرطای پدرم بود واقعیتش اینه که من خودم یه شرط خیلی کوچولو دارم خیلی کوچولو. والا یه فرغون شرط شما دیدین جلوی پای ما گفتیم چش دیگه چه شرطیه بگو راحت باش بگو من میگم کسی که میخواد با من ازدواج کنه حداقلش اینه که چند سال جبهه رفته باشه دیگه مثلا چند سال مثلا تا زمانی که جنگ ادامه داره خب شما دیگه فرمایش دیگه ای نداری یعنی فتوکپی اسکل بردن از بهش زهرا بیارن دو بار شهید شده یه بار پاش خط شده باشه راحت باش هرچی ما در خدمتی ما نه خب نه این شرط از کجا آوردی حالا میگم بهتون اون دختر تربیت کرد یا آر پی جی اف چطور اگه میخواد پسره رو بهتر کنه پاشو مشتی پاشو ببینم پاش چیزی که زیاده دختر زشته بی بی بجون ما اومدیم خواستگاری دارن شرایطشون رو میگن زشت میگه آدم حرف مامانش رو گوش نکنه ببین آقا جون من تصمیم گرفتم ازدواج کنم اونم فقط با دخترم راضیه یه بار دیگه این حرفی که زدی قرقره کن یه بار دیگه بگو شما خودتون گفتین تفاهم داریم خب منم همه شرطاشو قبول دارم اصلا یا دخترمو راضیه یا هیچ کس دیگه یا دخترمو یا هر کسی کمربند نفهم بهره نبندی بی امان آماده
سلام پسرم. سلام. شما چرا انقدر دیر اومدی؟ نه من که خیلی وقت اومدم، خسرو هنوز نیومده. من داشتم حال هوای این آدما رو نگاه می‌کردم. چه سوالی دارم؟ من خیلی دیرم شده. اتوبوس خودمون که رفت. حالا باید با یکی از این اتوبوس‌ها چونه بزنم بلکه جا بهم بدن باهاشون بره. برو خدا نریم بزنین خسرو بیاد. آخه از موقعی که ماجرای گاو بندی رو گفتم داشت بالبال می‌زد که بیاد شما رو ببینه از دست ماسخایی کنه. به خاطر قربان علی و بیبی نذاشتم. گفتم اگه اونا بکنن روزگار منو سیاه می‌کنه. فکر کنم اومد. سلام علیکم آقا. سلام. سلام علیکم روزی خانم. ببخشید به خود شرمنده یکم دیر شد. راضی به زحمتت نبودن. نه بابا چه زحمتی به راضی خانمم گفتم بابا پسرا بود خیلی مرده، خیلی مرده. خودم باید شخصا میومدم اینجا ازت تشکر میکردم. ببخشید دیگه یکم دیر شد. ببخشید. من که کاری نکردم. همه کارا با دخترم بود. ببخشید ما بلد نیستیم لفظ قلم حرف بزنیم. ولی خدا وکیلی خیلی مرد. خیلی مرد. ان شاءالله عروسیت بشه خودم جبران کنم. شما دعا کن اینجوری رفتن من تبدیل به اعضا نشه، عروسی پیشکش. خدا نکنه این چه حدیه. یعنی بی بی هم خبر نداره شما داری میری؟ ندیدم. یه زحمتی براتون دارم. هم بفرما. یه نامه است باید برسه دست عمو ماهر. فکر کنم عمو باید از یه چیزایی با خبر باشه. این نوارم برسونید دست آقا جونم. اگه بر نگشتم که عروسیتون مبارک. ان شاء الله برمیگردی. برام نگشتیم خودمون اینجا واسه یه مجلس خوب بگیریم. آها شوخی کردم ان شاء الله 10 تا ولفرج می‌بینی. آقا دم شما گرم. دم شما گرم. خیلی مردی. بازم بهت میگم دمت گرم. در موردت بد فکر کردم. ما رو حلال کن. دمت گرم. همه ما ممکنه در مورد هم زود قضاوت کنیم. موضوع خودتون باشه. شما هم همینطور. خدا برم شما. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا حافظ. تو این نامه چی واسه بابات نوشته؟ نمیدونم. بگم اونم در مورد ماست. میترسم یه چیزی توش نوشته باشه کار ما رو خراب کنه. بذار بازش کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. ابو محب علی سلام. چون میدانم شما آدم کم حوصله‌ای هستین، بدون مقدمه میرم سر اصل مطلب. ممکنه زمانی که شما این نامه رو میخونی من در راه جبهه باشم. از اونجایی که برگشتن من با خداست، لازم میدونم قبلا به شما برای انتخاب خسرو به عنوان دومادتون تبریک بگم. خسرو پسر لوتی خوبیه و بهترین کسیه که میتونه دخترم و راضیه رو خوشبختش کنه. مهمتر از همه اینه که به شدت با غیرته. من از این وصلت خیلی خوشحالم و آرزوی خوشبختی برای اونه دارم. سلام زن داداش. سلام. اگه میشه داداش یه تو کباب بگوی دم در کارشته. ای بابا اینجا زشته، بفرمایید تو. معذرتون. خواهش میکنم بفرمایید تو. یا الله. سلام. سلام بیبی جان. سلام علیکم. یا الله. با خیلی خوش اومدین. بگو دیگه. بگو. من که قرار شد لال باشم. آها اینو خودم بهش. تو بگو. چی بگم من؟ تهشو بگو دیگه، تئاتر جدیده، بلیت میخوایم بفروشیم. چی بگم آخه؟ همونو بگو دیگه. همین که محمد آقای شما گذاشت رفت جبهه بدون خدافظی. محمد رفت؟ رفت. ببخش محمد سوار شد رفت؟ رفت. محمد من رفت؟ نه یعنی تقصیر من نبود، به خدا این شرط خودش بود، اصلا به من ربطی نداشت، فقط یه چیزی هم داد که من بدم به شما. یه نامه برای من. باش میرفت. این نوار رو داد برای شما. آره. توش خونده؟ یه نامه هم داد بسه آقا محرلی. نامه از همه جون وصیت؟ آره بس فاطر. آقا آقا شما سکیه این دفعه. آقا 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 ما زنده از آنی که آرام نگیری، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. بی بی و آقا جون ببخشید که بی خداحافظی رفتم. حقیقتش طاقت عشقای بی بی و البته که آرام شما رو نداشت.
باور کنید هم تو این دنیا هم تو اون دنیا هیچکی رو به اندازه شما بگه آزار نمیشه. آخه این چه کاریه با این حالتون گوش میدین؟ بذار یه وقت دیگه گوش کنید. پس میگه دیگه دختر از این دم آخری صدا بردار زدم و گوش کنه. این چه حرفی آقا چون این همه آدم میرن جبه بر میگرده مگه همه شهید میشن؟ این هم ایشالا به سلامتی بر میگرده. نه من کافروت که نرفته داریم گریه میبریم جبه رفته داریم گریه میبریم. مثل اینکه حالتون خیلی بده. آب نبات براتون بیارم امو جون. اگه آب نبات قیشی باشه لازم نکرده آب نبات بیاری. همی که بچه ما فرستادی جبه کافیه. نه خودی یه وقت نمیخواد بیاری. بیبی خودت باشه بیا. بیبی اگه مسخرم نمی کنی نمیدونم چرا همش محمد دم نظرم اگر این جایی اینم روحش بفرمایید راضی شدی؟ اینم روحه. این خودشه. روح چیه؟ خودمم. آره مشتی بابا خود محمده. بیا دیگه خونش هم گردن ما نیست دیگه. خودشه بابا خود محمده. بارو من که چه نرفته بودی؟ جا موندم انشالله فردا اعزام میشه. فردا اعزام میشه خیلی قلم کنی قلم کنی اعزام میشه باشه 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 ندارم بیا بجون بابا جون بجون تا دست به کمر نشدم بیا بابا محمد ما بودو عمو جان سلام علیکم. سلام آجی چی هم صدات انداخته رو سره؟ ما نوکر شما هستیم آجی دعوا نداریم که محمد ما بالاست بگوید پایین. محمد شما اینجا نیست آقا جان. آجی دیشب از قفلت من و مادرش استفاده کرده جیم زده اومده بیرون اومده اینجا معمولا میاد اینجا بگو بیاد پایین. عمو جان میگم محمد شما اینجا نیست. محمد بابا صدای من داره میشنوه. مگه ما دروغ دارم به شما بگم؟ میگم محمد شما اینجا نیست. خب کجا رفته؟ یه مسجد دیگه رفته؟ یه قده جلوتر رفته. گشت جلوتر رفته. یه پایگاه دیگه یه خورده جلوتر رفته. لاهن یه خورده جلوتر. جلوتر جاده قم یه خورده جلوتر. خب بگو رفته پادگان دوکوه دیگه. خلاص آقا جان دوکوه گمی بغل ما. میگم برو جلوتر. جلوتر میشه اهواز. اهواز رفته داری نزدیک میره یه خورده جلوتر. جلوترش خرمشهر آجی. آفرین به خرمشهر گم رسیدی. هم 30 کیلومتر میری جلو سمت راست یک راهنما بزنی هم دژمانی رو میبینی. رفته منطقه جنگی به سر من. ها حاجی یه ذره بگو بچه من فرسای دم گله. خیالت راحت دیگه. خودت بالا نمبر شعار میدی بچه ما تحریک میشه میری دنبال کارش. آقا جان زشت جلو خانم دی بالا زشتی. این پازوکیه کو پازوکی. این نفله داری اون کجاست؟ به شما میگم صدات بیار پایین بیا بالا. نه عزیز من این که بچه رو تحریک گرد سخنان نمیگرد میفرسته جلو گله. آقا بیا بالا بهت بگو. نمیام بالا اون کجاست؟ اون دمت میگم بیا بالا بهت بگم دیگه. داد چرا میزنی حاجی؟ مردم نشستن کمک‌های مردمی رد میکنن. قباحت داشت حاجی. احترام عمده دست متولیشه. روحانی باید جاذبه داشته باشه نه دافه. آروم آروم تر خوبی حاجی. این که مغز بچه ما رو شستشون میداد این جناب معظم مستطاب جناب آقای پازوکی. ایشون کجا تشریف دارن؟ همین بفرمایید. پازوکی تو منطقه دقیقاً همون جاییه که هم آقازاده شما هست. پازوکی بله همون منطقه هستش. متأسفانه نشسته تو سنگر نوشابه میخوره. یا حسینی هم میگه بالاخره بریم بسره رو بگیرین. گرفتین گرفتین نگرفتین پدرش سرتون گیره. چرا غیبت مردم رو میکنی برادر من؟ چرا غیبت میکنی؟ چه غیبتی؟ داداش
فقط نشستی بالای منبر حرف میزنی، دعا میکنی، جنگنگا پیروزی میگی، بچه سالم برگردن، یه دونه هم دعاتون مستجاب نمیشه که. بخند خندیدنم دراجی رو شخص شما دوزار حساب نمی کنم، ببخشید جسارت نمیشه، خودم میرم بچه‌مو برمی‌دارم میارم. کجا میخوای بری؟ هم جبه 1400 کیلومتر از کجا میخوای پیداش کنی؟ از دم همین پرسلا بو میکشم بچه‌مو پیدا میکنم. نمیخواد بو بکشی، ما بهت آدرس و مدام، برو اونجا، فقط آبروریزی نکن. چهار دیواری اختری بچه‌مو با کاروان لث پار میکنم، نصف جون برمی‌دارم میارم. اگه نظر شما ای آقا جان، خودت برو پیداش کن، من به شما آدرس نمیدم. میرم میارم همینجا. برو پیداش. میرم. خب چرا تلو مخوری؟ خب برو دیگه. شیطون لعنت. حاجی آدرسو بدی گرفتم واسه کی دلت نشه، آدرسو بده. شما بعد ما قول بدیم اونجا آبروریزی نمکنی. بابا بچه‌م الان کلم گرم بودی چیزی گفتم میگه دیوونم بچه‌م، جلو بچه مردم بگیرم بزنم. باری کلایی شد. نگاه کنه ما به شما آدرس میدم، فقط امروز نری یا بعد چند روز دیگه بری که به چاب این مقری که ما میگم رسیده باشه. چشم آجی، قول میدم چند روز دیگه برم. میگم آجی فقط چراغ جبهه روشن خاموش نشه، خودتو برسون، پس فردا خاموش میشه پشیمون میشی. یا یه مسئولیتی چیز بده کن رو دوش بنداز برو اونجا. برو خود قضا میشه. شما میگی مامورو قربون شکم آد بجام باجی، بجام من آدرسو بگیرم محمد، من میدونم و تو و بچه بابا میسن به چهار قسمت مساوی تقسیمت نکنم به سریه میشه. توی چلو گوش و کباب همه میریم برای سباب، با رفقا میرویم چو گشنه ها. سلام به همگی. سلام به رفاق. احوال شما برامه در خواهم شه. احوال شما یالله دست شما رد نکنه. برامه احوال شما درد خوش آمده. احوال شما خوبی شما. این تیربان واقعیه؟ بله واقعیه، ولی تیربان نیست، این چالوله. بله عراقی ها بیجا تیربار هم ازش استفاده میکردن. با آدم میزدن؟ بله بله. یه عکس زحمت بکشی بگیری به بی بینا نشون بدیم که بالاخره اینا رو میزنن با آدم. یکی من حرف میزنم قبولت نمی کنن. یه زحمت بکش همینجا یه عکس بگی. باشه چا جمع میشه اگه عکس تکی از امو بگیرم؟ تکی یه دونه بگی، خودم بگیرم بهتره. بهتره اینم بیفته. ای برو پدر تالن. آقا خودمون داری عکس میگیری؟ نه بابا اینا عراقی هن آمدن شهرها بارون کردن ناورده دارن برن. بیام بزنش دیگه، با این بزنش دیگه. بابا این چالولا بردش بونی میرسه با 300,000 پا مره بالا. دهلولش کنیم بزنیم. به لول نیست که به بردشه. ما رو بگو دلمون خوشه روی کل این حساب کردیم تهران گره 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 بمباران میکنن، شما اینجایی؟ چند تا عکس خیلی قشنگ ازت گرفتم، ولی اساسی ترسیده بودی ها. من ترسیده بودم از چی؟ ببخشید موشک های نومتری تو کوچه های شیش متری میزنن، قممون نی از این بترسیم اونوری داره میره. موشک های نومتری تو کوچه های شیش متری تو دسفول میزدن آجی جان، تو تهران که نمیزدن. خب اینا بوم میدخن، بوم مگه کمتر هم موشکه. نه حالا چرا همه زحمت کشیدی آمده اینجا؟ پسرم مثل که اینجا خدمت میکنم این سریع بهش بزنم کار دارم. پس شما پدر رزمنده ای، آفرین بابا، احترام دارم بابا. زنده باشه. سلامت. برم ببینم چی به چیه درس و مشغولت کرده اومد اینجا یعنی چی؟ بابا اینجا هم دانشگاه هست درس میخونن، خیالت راحت. نه درس میخونن اینجا، خاله بازی میکنن اونجا سر کلاس، باید استاد ببینی درس میخونن. لازم نبود شما بیای، اگه لیاقت شهادت داشته باشه خودشو میام به تو خبر میدم. یه بار دیگه بگو. بگم لازم نیست شما زحمت بکشی بیا ازش خبر بگیری، اگه شهید میشه خودشو میان در خانه تا خبر میدن. خودت چه چی هفت کست چه چه فکر من نمیکنی میشه که پدرم دارم این حرفو بد میزنم. بابا اینا همه پدرن یا پسرن چی فرق میکنه؟ ما که از خدا ما شهید میشم. به چهار تابون یاد دارن چجوری خبر بدن، اونا آموزش دیدن که ملاحظه قلب شما رو بکنن. میخوام خبر ندن، چجوری خبر میدن؟ بگه به چاها گفتم برو فلانجا خبر بده بیشتر تا شهید شده مطا یواشک خبر بده. چجوری خبر داده بود؟ به چه تا شهید شده؟ بدش دور بینه آخر این خندت باشه. پدر نیستی که بینه من چی بگم ده انتباه میکنی هرچی دلیت میخواد میگی. خب اینا هم همه پسرن دیگه پدر جان. پسرن بابا که نیستن، پدر که نیستن که. پدر که دارن که؟ پدر دارن، ولی یک کدوم اگه رضایت نامه داشته باشن مردن. کجا داری میری شما؟ خودم میرم پیدا میکنم. یه سفر یاد نداری گم میشی ها. گم چه خیابونه دیگه خدا باستا بابا خودم میبرم. نمیخوام بیرم. مستقیم همین بری پادگان محمد ما مستقیم.
مستقیم. برادر سازیم ایزان این آقای با کشتربار اینجا چی میشه؟ اه اه مشناسه بشی آمده دنباله به چشت هم دشباری با هم دعوا افتادیم. دعوا کردیم؟ آه نگه در سوارش کنیم. چرا مگه چی میشه؟ اصلا اخلاق شکلی بیه. بازم تویی که ما که خدمت درست کدم بودم سب کنیم ماشی بیاد نرسونم تا دیگه چی میشه؟ آقا پادگان محمد ما میخوره؟ مجی محمدشون پادگان داره اینجا. نه چون محمد چه تو پادگان هم میگه پادگان محمد ما. چی میشه بابا پادگان پادو... ماله نیتور ماله آقا. نه پیش آقای پازوکیه پازوکی. ما چه از اول نبختی میخوام بله پازوکی بشی ما داره برم اونجا دیگه. ببین گول نزنه من خط مقدمه بران آدم ببین من رو کن نیستم آ. خط مقدم لیاقت میخواد مرد اسلامی بیا بالا. من لیاقت ندارم. اینجا آژانس نداره چی بیا بالا برسونه. بابا مگه نمیخوام بریم پیش بازوکی ما بیا بالا صحبت میکنیم دیگه. تو بیا با سواره شریم نازم میکنه. خدمت عرض کنم عمو اکبر از بچه های خیلی خوب جنگ هست. من درزی میشین دکتر هم هست. ما پاییه یه چی ترخزور داریم. آره ترخزور داریم. منطقه تو شهر چون چشماشون ضعیف بوده بهشون گواهینامه نمیدادن. علاقه زیاد به رانندگی دارن. چشم هم ضعیف نیست. آره. استیگماته. استیگماته. بعد از اسلحه هم میترسه میفهمی؟ نه یه خورده مراقبت میکنم. مراقبت دیگه اینجا رانندگی میکنم به بچه‌ها کمک میکنم چهار دربت شهادت درست میکنم. بله شهادت شهادت درست میکنم. کارهای مقدماتی قبل از شهادت انجام. بله خدا کشف کنه ان شاءالله شما هم شهید شید. بله خب مشتی نگفتی آدرس پازوکی رو از کی گرفتی شما؟ آدرس پازوکی رو از پیش نماز مسجد اون گرفتم. هر چی میکشم از دست این میکشم. میگه از دست پیش نماز محلش ناراحته. برای در حرف جدی انقلابی تو جیبه نبت بزن. نه جدی انقلابی اینی که پسرم دیگه. حالا با پازوکی چی کار داری؟ دلم خونه. ببین همین امثال پازوکی بچه منو شوخی نقدی دادن از پای سفره عقل بلندش کرده آواده گذاشته پای میدون می نه خورده داری بی انصافی میکنی ها. پازوکی هم مثل واقعی از هم بچه داره زندگی داره. همین الان ما خودم زن زندگی رو هوایه. خلبانه زنت؟ چی میگه؟ میگه زنت خلبانه. زنت خلبانه؟ نه اون میگه زنت خلبانه. زن من خلبانه؟ نه من اصلا زن دارم خلبان باشه. نه میگه زن من خلبانه. واقعا زنت خلبانه؟ نه اون میگه زن من خلبانه بابا. زنت من که حموله نیست چیزی رو خلبانه. نه من نگاهت کردم بوده نشسته بودی کنار اون تیر باره فهمیدم تا هم خصوصه نکلی شدی بجر سردی فضا اگر خاطر اندر دیزنی ما اگر گردن فرازن احگر اندر دیزنی گردن ار گردون کشد چند به گردون دشمنی گر فلک پشتی کند پشت دیدون دشمنی یا اول پاک از این کلاس بردار بعد خاموش کن. نه با این خارجی ماشین. بفرم دست در ماشین فقط موتور چه عوض نکردن همه چیز سرویس شد. شما قرار شد بری ماشین رو تعمیر کنی؟ خب قرار نشد بری مستافر که چی کنی که چی میگه؟ محمد ما محمد زمانی محمد محمد ما چی شد؟ عمو اکبر عمو اکبر دلاوره ماشالله تاج سره ماشالله گل پسره ماشالله آستیگماته ماشالله درد سره ماشالله رزمنده ماشالله سلامتی عمو اکبر حسینی حسینی جوان حسینی جان این مورد 64 ان شاءالله ردیف بدیم ما منتظریم ما با ما دست بدیم امید خدا یا الله
یا علی. سلام علیکم. علیکم سلام. مشتی شما کجا اینجا کجا؟ یعنی این همه را اومدی کنار پسرت بجنگی از تهه برداری؟ خدا رو شکر پس حرفای من بی اثرم نبوده. خیلی حرفت رو من تاثیر گذاشت جون خالت. حاله نداره. پر کجا میدونی خاله نداره؟ خواستم فامول بشیم قسمت نشد. ببین من کاری به حرفا ندارم، روی کل من اینجوری حساب کن، من اگه بخوام تفنگ بردارم یه خاله اندی بین دو ابروت میکارم. خاله نداره بابا. اون خاله رو نمیگم، این یه خاله دیگه هستش. من میگم اصلا خاله نداره. شما میگم اون خاله تو خیال کردی من بچه‌ام، میخوای منو با کمپوت هوری و این حرفا گول بزنی؟ بیا اینجا دم گوله بدی. آقا بفرمایید بشینیم. فکر کنم سوء تفاهم شده. ببین تفاوت شده. یا الله. سلام علیکم. علیکم سلام. چطور حاجی؟ بفرمایید. ناراحتی؟ یه چای بریزم بخوری؟ ما کسی رو به زور نمیفرستیم مشتی جلو. اعزام شدن داوطلبانه. نباید بزرگترش، پدرش، نام، مادر یه کاغذ بره یه رضایتنامه برداری کنه. حتما رضایتنامه داشته. من اون آدمیم که تو اون حیات خیرتو گرفتم، اون آدم به حضرت رضایتنامه بچهش میده؟ میگه بچه من رضایتنامه نداشته. خودت رضایتنامه داره؟ من پدر مادرم راضی هم. میگه راضی هم پدر مادر. پدر مادر قبول نیست، فقط بله. مشتی آروم باش، حتما یه برگه رضایتنامه داشته که اومده. آروم دست درد نکنه. میخوام بگم بابا جون این بچه من کلاهبرداری کرده، ورداشته، جعل اسناد کرده، کاغذ الکی نوشته، شناسنامه‌اش رو دستمال کرده، کفش پاشتا بلند پوشیده باشه اومده. من پا میشم کمرمند باز میکنم گردان مردان سرم نمیشه. پسرمو بیارید من برش دارم ببرم. چی میگی؟ میگه کمر موام میکنم بچه‌م بزنم. کمرش با کنی شلوارش میافتم. بذار بیفته آقا جون. پاشو دارو اون سگم بالا نمیده، از همینجا کمربند بزنم این سنگر شروع میکنم. آقا شما بذاریم بیاریم ولی شلوارت میگه. یه پیشنهاد بدم؟ بگو. شما یه چند روز پیش ما بمون. تلاش پسرتو ببین، اگر قانع نشدی اصلا خودم کمکت میکنم برش میگردونیم عقب. اصلا نشدی شاید خودتم متقبول بشی ببونی اینجا با ما اسمت بشه یه شربت هم بخوریم. زرش مثل که حالیتون نمیشه من چی کارم چی میگم، مثل که خودم باید دنبال بشین. مشتی بابا بشین گوش بده یه دقیقه. من خواهش میکنم آبروی پسرتو پیش همسنگرا و رفقاش نریز. پسرتو جوون غرور داره. بمیرم الهی مامان. آقا من میرم چون بفرستش بیاد همونش غرورش هم نمیشکن. من نمیتونم این تصمیم بگیرم، خود پسرت باید به این نتیجه برسه که برگرد. آقا یه مو اصلا این بچه کم بشه منو بی دق میکنیم. این علاوه بر این که تک پسره، تک فرزند هم هست. اصلا حالیت میشه یعنی چی؟ بیبی کیشه؟ میگه بچم تک فرزنده. میدونم بیبی کیشه؟ عمشه؟ مامانشه بیبی. مامانشه اینو کالیش کنه. اشتی اصلا دست من نیست، اینجا فرمانده موافق داره، من اصلا نمیتونم تصمیم بگیرم. آقا بیخیال خرم از کرگی دوم نداشت، خودشو بگو من باش صحبت کنم خودم. خب نمیشه الان نیست که. کجا؟ الان رفته تو خاک عراق شناسایی. پسر من رفته تو خاک عراق؟ محمد من تو خاک عراق الان رفته؟ مشتی جا قربونت برم، پسر تو رو نمیگم که اشتباه فهمیدی. من حاجی رو میگم. پسر شما نمیگه حاجی رو میگرفته تو خاک. بکنم از پسرش جلو زد توی خوردن شربت راحت شد. بگی بابا خدمت بابا. آخه تو که چشمت نمیده آخه مرض داری، پا میشه میره جبهه. چی میگه؟ میگه شما که چشمات ضعیفه بری چی آمدی جبهه؟ چشم من ضعیف نیست، آستگماته. میگه ضعیف نیست، آستگماته. نه چی میگم؟ آستگماته چی میگم؟ شما میگه آستگماته. نه خودی من میگم آستگماته. یعنی چی میگم؟ یعنی میگه آستگماته دیگه. خودی نمیگم چی میگم، آستگماته میگم. بابا غلط کردم، نمیخواد. میگم چشمت ضعیفه، آخه مرض داری، پا میشه اینجا میای. تو صحبت کن. اولا من سیب زمانه نیستم که بشینم نگاه کنم ببینم. من خودم میام، خودم میارم جیپه. دوما من خودم ولی خودم هم هستم. همین ثانیه ما نیام جیپه، شما میتونین اونجا باشین پاتینی دیراز کنین برین ابتنه کنین نمشب روتی بکشین رو خودتین؟ نمیتونین. خیلی خوب، خیلی خوب، بس. ببینم تو چیکار کردی؟ طب خانه پاش که در توی کفش میکنم باید خانه خالی کنی. بگو دیجی بابا زنی تم حموله اولا. دو به من خودشم مشکلی زنی که داری که حموله. بله متوجه. سه به من. خیلی خوب، خیلی خوب متوجه شد.
چرا نموندی؟ خب وای میستدی حداقل کار تموم میشد، یه خونه چیزی کرایه میکردی بعد میومدی. چه میدونم آجی، ما مدرسیم که عملیات تو اینجا بهم نیاز داری. باشد من باید اون گفتم شاید اینجا یه کاری بشه. صدام بیشورم حالیش نیستی سیرت مندگان اسلام. چرا همه مستجیره هم گیف دارن زنشون حمله حالیش حمله خودمون ما همه تون پاک مختون شستشو دادن. میگم مخ شما رو شستشو دادن. خوب میدونم چیکار کنن. تو یکی من حلال کن. من تازه فکر میگم مخ اینا رو تو شستشو میدی. چه نگو خودت هم گرفتاری. نه تقصیر منه که پای این محمد رو گذاشتم به این مسجد وا بشه. همه سوار ورداشی برای خودت، خب یه یکم برای ما بذار. اختیار دارین آقا. محمد پاش مسجد باز شد، اون حاج حسینی هم اونجا پیدا شد، بعد هم تو هم بقیه رو اون شسته شده ده مخ شما. من اگه جای شما بودم هیچ وقت پشت سر حاج آقای حسینی غیبت نمی‌کردم، این حرفا رو نمی‌زدم. مرد حسابی تو پسر من هزار نفر دیگه زیر این توپ و تانک دارن تیکه تیکه میشن. اونجا نشسته تو مسجد جنگ جنگ تا پیزی رو انداخته یکی یه چایی بیاره جعبه کنه بفرسته جبه درش هم خوشه داره میجنگه. برو به کاری درسته. برو 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 آقا جون حجز آج حسینگی رو بذار روی کلمه حساب کن از مسجد سوتش میکنم پر. یا الله سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. به به مشتی حالت چطوره؟ خوبی؟ حاجی تا الان در شما رو نه بده خودم بگم داشتم تعریف میکردم اینو شاهدم تعریف میکردم دروغ میگه. بگو ببینم محمد تو پیدا کردی؟ محمدم بابا همکاری نمیکنن یه چیز چشمکی زیر بهشون بزن. آخه بابا بذار بهت معرفی کنم. این برادر کریمیه، مأمور شده به گردان ما از بچهای تخریبم هست. حالا شما تا یک لقمه دیگه بخوری ما میام خدمتتا. حاجی ما گلومون پایین نمیره. شما راحت باشین من الان میام. حاجی حالت خوب نیست دارو بدم. این اینجا شکار میکنه پیش نوازتونه. بای بالا ترمده دسته؟ بای بالا گورهان؟ بای بالا. ببین نگید فرمانده گردانه که هرچی درمان درمده بهش گفتم دست محمد زیر سنگینه نباشه بدبخت میشن. یا الله. خب حاجی انقدر را گز کردی تا بالاخره مقر به چت پیدا کردی ها؟ حاجی پدر ما رو در برده. از صبح ما عراقی ها رو ول کردیم. پتا این کمربند شده هر میاره. برادر ما شما زیاد این کمربند مشتی رو جدی نگیرین. مشقیه. آه ما خودم آمارشو دارم تا حالا یه بارم به چش نزده. ولی خب قبول دارم این حرکتش خشنه. حاجی تو رو خدا بار حلال کنین. باور کن اگه بچه های محل ما بدونن که روحانی محلشون فهمده گردانه چه کیفی میکنن. این دست محمد بذار تو دست ما بریم نمار کارو. مشتی شما که برگشت سرخونه اولت. محمد ما خواب دیدیگه میخواد شهید بشه. من میخوام اون خوابه رو به هم بزنم. آدم با خواب تصمیم میگیره همه ما خواب شهادت ببینیم. آقا شما خواب تالا نیدی؟ بله من خواب دیدم که پای چپم قطع شده. بفرما شما چی؟ من هم خواب زیاد دیدم. اما اکبر شما خواب نیدی؟ من چشم از خیسمایش لحاظی خواب بود نمیتونم ببینم. خب بلش کن شما چی آقا جان شما خواب ندیدی؟ چرا اتفاقا ما با چشم ما اکبر خواب دیدم که دور تا دور ما رو آتیش روشن کردم و ما وسط آتیش ها دارم موسوزم. شما بزرگ باری کن دستینه بذار گم شیم بریم دنبال کن. آقا جان شما گوش نمیگیری ما چی مگو؟ جانم شهید شدن و شهادت همشو علکی که نیست. سعادت مخواد، لیاقت مخواد. همینجور شما نمیشه که خواب بمیری به شهید بری که. همینو عرض میکنم بابا ما خاندانمون سیستممون چهار چهار دوه. بذار خودم بگم این لیاقت میاقت ما نداریم. ما چیکار کنیم؟ آدم ها الان چند دستی هم؟ یک دسته هستن تو خانه شان نشستن اصلا کاری ندارن که کی داره میجنگه کی داره نمیجنگه. یک عده هستن نشستن پای خانه شان میگن جنگ جنگ تا پیروزی. صدام بزن جای دیروزی. تو باز پریدی وسط حرف ما. یک عده دیگه هستن میگن جنگ جنگ تا پیروزی از تو خانه شان تکان مخورن تو همین پادگان دو کوه هم میگن اینجا شهید میشن. نه آقا جان یک دونه عکس میگیرن واسه پوستر که بعدن پست بگیرن. آها. باز یک دیگه آدم هستن میگن جنگ جنگ تا پیروزی میان دو کوه عکس هم میگیرن ولی تا اینجا هم میان و شهید میشن. آقا جان نگاه اینا هم شب عملیات که نمیره سلسله بر میگیرن بعد برگردن. آه این کد 021 که میگیرن و برمیگردن. نه اینجا جاش نبودن. حاجی بفرمایید شما. این بدری. یک دست هم میگن جنگ جنگ تا بیروزی میان دو کوه عکس میگیرن اینجا میان شب عملیات هم میمانن سلسله بر هم نمیشن ولی میان توی منطقه چی؟ ترکش میخورن. اونا چی؟ شهید میشن. نه آقا جان
اونا تازه جانباز میرن. ببین این ترکش خوردن هم باز خودش سلسله مراتب داره بر اساس لیاقت و سعادت خود آدم. ترکش آقا جان چند نوعه؟ عدسی داره، نخودی داره، بادومی داره، ساتوری داره، کفگیری داره. باز یک عده دیگه آدم داره میگن جنگ جنگ تا پیروزی، تا دو کوه میان عکس میگیرن، میان اینجا سلسله بر نمیشن، شب عملیات میفهمن بعد چیکار کنن، میرن ترکش هم مخورن، اینا شهید نمیشن. چرا؟ اتفاقا بعد از اینا شهید میرن. این دیگه بالاترین حدش. میگم حاجی شما جسارت نشه، میخوام بگم شما مادر دارین؟ نه جون حاجی به این حرفا کدومه؟ میخوام بگم جون اون مادرتون دست این پسر ببینید گم شم برم به قرآن بزید میمی بخواد گریه باد کنم به تو بگم. حاجی ما رو نگاه، ما متاسفم برای تو، ولی ما هیچ کسو به زور نمیتونم از جا بیرون کنم. یه تهمتی بزنید نارنجا که جیبش بذارید، یه کاری کنید، یه بامبولی براش در بید بنارش بیرون. حاجی جان نگاه، اینجا هیچ کس به هیچ کس دروغ نمید. هیچ راهی نداره؟ نه. این آخری خواهش راه داره بگم؟ بفرم. این محمد ما بیاد اینجا، نمیدونم دم این دست این وایسه واکس بزنه، از این در بیرون نره، این شربت مربت نخوره. بعد یه بهانه براش پیدا کنم. چشم نی حاجی، قول باید بده. باید قول بده. قول که آخه ما چجوری قول بدم آخه مرد حساب؟ خواهش کرده دیگه. تشریف بیارید جاجی، تشریف بیارید، این حرفا نشه، تشریف بیارید. بشین یا الهی، بر دل خودم بشین. یا الله یا الله یا الله یا الله، کارم از این حرفا گذشته، باید مردونه قول بدم. دست 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 حاجی، دست دارم من که دستی که متم خودت بگیرین. این بچه ما حرف شما رو زمین نمیده، چند دیگه باشه بعد بفیکونش، باید همه تونم قول بدیم. ببین من کاری به حرفا ندارم، ما دینمون رو تیر و طایفه به این مملکت رو ادا کردیم، اما اگر کیف منو بده من زحمت کم کنم، من میگم فیصل من برو بیاد. آقا جان بشین سر جات، بس شانس آورده باشه محمد هم شما رو ندیده باشه تو این شب. من دیدم ایشون داشت شلیک میکرد. به کی شلیک میکرد؟ خب حاجون هوایی شلیک میکرده. ببین چی کار کرده با این بنده خدا؟ حقشه. برای چی حقشه؟ کمربندشم لطه پارش میکردن. شما خود نبودید ندیدید که من اومدم اول این مقر رسیدم، نشستود کنار اون تیرباره داشت دریوری میکرد، آهنگای آهنگران رو چپکی میخوند، اونم میخندن، هیچکی هم جرات نمیکرد چیزی بهش بگه. بابا همین کارا رو میکنین که جنگ تا الان طول کشیده دیگه. جنگی ما طول ندادیم که، جنگی سختم بیشور به ما تحمل کرده. مرد مومن همه کارهای که میکنه، همه آهنگایی که اینجوری میخونه، میخواد دل رزمنده ها رو شاد کنه دیگه. آقا جون جنگ خاله بازی که نمیکنید، میخوان شاد باشین یه نوار چیزی بذارید معمولی. تاجیک جان نگاه چی بهت بگم، این مشتی ما مرد خوبیه، نیتش خیر بوده، خب شما حلالش کن. حلالش نمیکنم. مرد حسابی ترکشی ساتوری که نخوردی که، یه آجر خوره تو سره. باشه ببینین اهل حلال حرام هست یا نیست؟ بگی اهل حلال حرام هست یا نیست؟ هست یا نیستی؟ ببخشید آقا جسارت نشه، بهش بگو بچه مسلمونیم. همین سی من فهمیدم، بقیش نمیدونم چی میگی. آقا جان شرط تو بگو، شما شرط تو بگو. اولا بهت اجازه بده محمد چند روز اینجا بمونه، خودش اگه خواست برگرده. این شرط اولش. دوما
تو راک میام بدم صد بار مخواستم یک جوکو بگم نذاشته هی عصبانیش گوش که نمیکنم بگو به یک نفر میگم برو در خونه یک نفر خبر بده که به چه تا شهید شده منتها یه جوری بگو که نترسه بنده خدا یه مرد در خونهش در میزه نمیگه که منزل شهید تاجیک اینجی سرکان جوک دیوانه این بخونه حاجی محمد ما شهید بشه بهتر تا مثل این خلوصه بشه بده ما ببر ولی محمد این ذره مرزی فردا خوب میشه خدا شفا بده همتون شفا بده من برم اونجا بکنم بفهم بفهم ریخت اینو نبینم داری شکار میکنی؟ مناجات پخش میکنم مگه اذانه؟ نه این پیشواز اذانه برای بچه هایی که میخوان نماز شب بخونن با این صدا بلند میشن اوه پا بسید این جنگولک بازی تو جبه کارهای دیگه هم انجام میدیم باریکلا خدا ازتون قبول کنه خدا از شما هم قبول کنه قبول حق باشه حاجی نگاه نکن یه آرت و پورتی میکنیم یه چیزایی میگیم خدا ما رو هم ببخشه ولی بعضی موقع این جوانا رو میبینم به حالشون قبطه میخورم چیوجه؟ میگه قبطه میخورم قبل از انقلاب جوانا رو کجا پیدا میکردیم؟ میدونه اما اکبر میدونه کجا پیدا میکردیم اینا رو سینما لاله‌زار میرفتن همین میدون انقلاب همین کارگر رو میگرفتن میرفتن پایین یه خورده بالاتر از گمرک گمرک آره بالاتر راهن همین گمرک کم اکبر میگه میپیچیزی سن یا الله یا الله دوباره به آجور نزنه مشتی جان همو اکبر زحمت میکشه شما رو میرسنه خواهش میکنم با این ببین وای میستم تیک دیکی بشم راحت‌ترم ثوابشم بیشتره یه من برسون من چشمم استیگماته خودم جوانامه یه چی ترخ دوره بابا همین استیگماته نمیبینه گمگور میشیم راه را پیدا نمیبینه بابا به راست که چشم نمیبینه ولی من گوتونامه دارم از دو گوتونامه میبینم صاف همینجا چی میگی؟ چی میگی؟ میگه شما چی میگی؟ نه خودش به من چی میگه؟ اون نیش چی نمیگه میگه شما چی میگی؟ آقا صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. جورا بهت میگم چی میگی؟ ببین آخرش بگم جون شما ستا و جون محمد. امانت دار بشین تعریف. خیال ببر. شربت نخوره دیگه. ببین. اسم پسر چی بود؟ بیا تو راه میگم بابا. نه بگو چی بود؟ محمد. تجعل صباحنا صباح الاشرار ولا تجعل صباحنا صباح الاشرار سلامت اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است دادن سر نه عجب داشتن سر عجب است روزی که منتظرش بودین رسید همه تون اخبار شهرها رو دارین دشمنی که هم عرضه جنگیدن با شما رو نداره موشکشو سر مردم و بیده پای شهرها میریزه دشمنی که از مردمی که هم فقط سیبیلشو داره شما قراره یک کاری بکنی کارستون یک ملت دارن به شما نگاه بکنن امروز و امشب وقت امتحانه امروز اینجا خود کربلاست یعنی یک جنگ عاشورایی میدونم سخته همه ای ما دلبستگی داریم به شهرمون به خانوادمون اما امروز هممون میخوایم یک چیز رو ثابت کنیم همه ما بچه امام حسینی
اینجا کربلایی. آره درا بشینه. ما ناراحت نمورو. امر کی تای دلش لرزیده؟ همین الان بلند شو بره. آقا اجازه، یه سوال شهر ما داریم. میگم کربلا هم گرونیش برم، وقتی صحبت این حرفا شد شب شد، کسی که میخواد بره دیلش لرزیده بود خجالت از مردم نمیکشید که. شما دیشب اینو چرا مطرح نکردی؟ امروز هوا روشنه مطرح میکنه. هم شما چون چیشاتون آستیگماته حسابتون از بقیه جدایه. شما برادر محمد میمانین هم اینجا از این مقر مراقبت میکنه. برادر محمد هم آستیگماته؟ تشریف بیاریم برای سلامتی شو یک سلامات بفرسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل به حول و قوه الهی ارپا شربت نیست تا شربت بود. کشتیان قرق شده یا من که علالشون نمیکنم. اگه اونا برگشتن سالون شما هر کار دیلیت خواست. یعنی چی؟ یعنی چی میجیلی باید من بگم مامولا، نه باید تو بگم. خیلی خب، حالا چی میگی؟ بابا چی میجیلی من میگم مامولا، این میگی چی میجیلی. اما پسر از یه من گفتن هیچی نمیجیلی. بعد زبانم هم این چشم استیکمات باشه. عمو تو یه چیزی میدونی؟ تو رو خدا بگو چی؟ نه تو بمیری جون خودم، خودت بمیری. نمیدونم، یعنی نباید که بدونم که به شما بگی شما بدونی. خودتی ناراحت نکن. من آقا این رو ما یاد بدیم، ما همه چیلی بلدیم، ترختور بلدم با برم منیر بود، ولی اینی نمیتونم. این که از اونو راحت تره. عمو دوتایی با هم بشینیم، فقط اون دوتا پتالو فشار بده، من تنظیمش میکنم. نه شاگی شوفرم. نه دیگه، شما اصلی با تیر اندازی کنی فقط. چجوری؟ توفن نداری؟ نشی الان باید میکنم. با تو اون دوتا پدله؟ همینی که میتونی کلازو قاده؟ نه دیگه، اون دوتا پدال اون پایینی. آره دیگه همینی. همون رو باید فشار بگیم. چه فشار بگیم؟ هواپیما
آبا اکبر پشو. بزش میخوام که ببخشیم مذرد من چیزی من اصلی شما چه؟ شما باید حوره باشی نه؟ حوری چه؟ من محمدم. نه به جای حوره بیجم برستد خدا. ما نه اون دنیا شخصیم نه این دنیا. من که دارم میرم خاج آقا پازشی رو با حسینی رو ببخشم حلال کن. خوب والا منم جای اونا بودم همون کار رو میکردم نمیذاشتم بره به خاطر رو کمر کشیدن بابا تا. شما آقا جون من رو از کجا میشنسی؟ یا محمد سنه گروبم از حکمتون قبولی نیست ها؟ گروهان یک و دو از خاکریز دوجه دارایی رد میشن میرسیم به معبری که کریمی به چاش باز گرده اونجا رو رد میکنه میرسیم به خط اول. خط اول رو باید رد کنیم میرسیم بالای تپه که خط دومه. خوب میشده بابا سنگرهای تیربار و دوشگاهشون دقیقا مشرف به شما و دشته. یعنی اگه شب رد نشیم صبح با تانکاشون سرازیر میشن رو سرده. ما به این وسط چی کاریم؟ دوش من فکر میکنم ما فقط شب هم نمی کنیم. شما با قایقات ها میرین نزدیک خط دفاعی دشمن که فشار رو از اون سید کم کنیم. اون وقت اونا تو دو جبهه درگیر میرن. بچه ها تکرار میکنم عملیات ما ایزاییه، عملیات اصلی جای دیگه است. حمله میکنیم، ضربه میزنیم، سرگرمش هم میکنیم، برمیدیم. فاتح هم از سلوات بسم الله. ما سلواتی تو نخونم دستاده نیستم. تا عطر فردا بعد کار جمع بشه بعد با مجروحا برمیدیم. شهیده چی میشه؟ سالماشن هم به سختی میرسن آقا. دشمن که تو اون جبهه درگیر شد حواسش گرفت اون وقت میخوایم بچه ها رو جمع میکنیم. از گفتن اسیرم نگیرید اگرم گرفتید خونتون نبرید. این ماجرای خانه بردن اسیر چیه مانو میدونی؟ آقا یه بنده خدای سال 59 دیدن اسیر گرفته برده خونه شون تازه روزی 1000 تومن ازش کریه گرفته الان که 6 ساله برده سال چقدر کار غیبت نکسن میشه بد نشه الغیبتون 60 شنا اینجا 120 ساله یا یا واسم باشه. بگم که یه رگه کار ما و شما ها داره بالا هم بگیریم ذره ذره داره مهرزم تو دلم جا بگیریم. روز اول به خودم گفتم ایا مثل بقی حالا کم کم میبینم کار داره بالا بگیریم. حاجی اگه محمد دیدی بگو من حلالم کنه. ماجرا رو براش تعریف کن بگو که تقصیر من نبود. یا علی بچه ها سلام برم یا علی شربت کردید ما هم یادتون نره برو یا علی سلام آج آقا مهمون داری میخواییم بینو یاده داشت میومد گفت درمت کنم سوارش کردم. خدا خیره بده. تو اینجا چیکار میکنی؟ این چی قیافه یه خبر که ندونه فکر کنه خط مقدم بودی برکت قرارگاه. یه قرارگاهی نمونده که بخوام ازش مراقبت کنم. اما اکبر کن Thank you.
حسینی حسینی جواد 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 حسینی جواد جواد حسینی تایی جان صدا مو داری؟ جواد جان موقعیت بگو سر پل صراط پا به رکابیم سید جان با امید خدا یا الله مفهومه؟ الله یارتون مفهوم خوب گوش کن چی بهت میگو نقل نباتو که پاشیدین پاشنه رو میکشین میرین تو گود مفهومه؟ مفهوم بود آجی مفهوم بود یا علی علی یارتون دیدی آجی دیدی نزاشتی من باشون برم به خدا من راضی نیستم تو دیوانه ای؟ وقت گیر آوردی؟ میخوای کمربند بکشم؟ آجی چرا اینجوری میکنی؟ اخلاق آقا جون من رو شما هم تاثیر گذاشته. برو بشین. تا همینجاشم زیادی اومدی. ولی فقط اول میرم میشونه. من مشخص کردم محمرا که باز کردم. بعد سیم خاردارا بریده آماده است. یعنی کافی فقط بزنی کنار که نیرو بتونه رد شه. اون کانالم که میبینید سنگرا کمینه شونه. اون خط و رسم که میبینید سنگرا گوشکا شونه. چقدر دوشگاه یه آله دوشگاه انا تخت انت کب کن یاده چیز بهتر خدمت رو بگم ما هم که اون بالا در اومده خدا در تخت در جور کرده ما هم داره نگاه هم برادرای ادوات یا حسین آفتاب در اومده تا الان نماز چی داری میخوانی؟ نماز مصحبی میخوانم آجی جان
فکر کنم داری نماز وحشت میخونی. اونجا که شما داری مال میفرستی وحشت و مستحبی و قرض و عدا همه با هم قاطی شد. تو چیکار میکنی نارو ببنده میکنم؟ شما که نذاشتی با آقا پازوکی برم، حداقل بذار با برادر توجیک برم. آقا شما مگه عمو اکبر برای شما توضیح نداد؟ ما قول دادم، ما سرم بره قولم نمیره. شما باید صبر کنی، ما سرم بذارم زمین بمیرم، بعد هر چه خواستی بری. انشالله مقدمان. شما با مایی الان؟ خجبونه دیگه آرزو داره، شما هم شده صد راهش. نه برو گوش برسه. جواد، جواد حسینی. جانم آجی حسینی. جواد جان چرا جواب نمیدی؟ مردم از نگرانی، فکر کردم شربتای عمو اکبر خورده. نه فعلا قسمت نشده. جواد جان آخر پاییز کارت بلدی؟ فکر نکنم به شمردن جوجه ها بکشه. خب پس تا هوا صافه با ما دست بدیم مفهوم بود؟ کش زدی حاجی، هوا بارونی شد. زیه جان بس همین الان باید یه ایلاق اشلاق کنیم، مفهومه؟ مفهومه حاجی، مفهومه. زیه جان الان تاجیک میره آب و گلالود کنه، شما ماهی بگیریم، مفهوم بود؟ اشبو که تدیک شه بره با نگاه دارم، اگه نگفت شب برسید برف بیه. تدیکش مال شما روغنی هم هست. یعنی پس سیه جان خوب حواست باشه، تا تاجیک آب گلالود میکنه ملخا میان پرشکسته ها رو میبرن، مفهومه؟ حاجی جاده که بسته است، ما هم که میدونستیم کجا داریم میایم. آزه یه ملخ جواب نمیده، بی خود به خودتون زحمت ندید. حاجی جان وقتشه. دو دسته پرسیدم، خودم الان با قباسه مون یعنی بسه نخو نوبت تو همیشه درش هجم باشه سه حالا کن محمد خوب گوش کن چی بهت میکنم. تماس میگیری میگی هلیکوپتر بفرستم مجروحا رو برگردونم، جاده رو بستن، امکان رفتن آمبولانس نیست، بجم تا پازوکینا قتل عام نرفته. چشم بگی شده ترکش خوردی؟ خوشحال بیا کمک کنم، نشون باشی بیا خوش بیا 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 بیا
حاجی 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 با تو گو حاجی شبه تو بیا اینجا تو هم بلید اجازه گرفتی اونم میگیریم حاجی پازوکی کجاست پازوکی نری اونجا ها نری ها نری ببرش بیا ببرش چرا نخواه بزنش رو ده بیا حواست باش سرش رو
کجا؟ زحمت نکشید حاجی حسینی نیست که دیگه جواب بده همیشه خیلی خوب جنگ همینه قلبی که تیری بران می نشست پلاکی که نیمی از آن می شکست بیا این هم پلاکه من مگه شما خودتون نمی آید پس کی میشه بچه ها بمید
روزی که منتظرش بودین رسید. شما قراره یک کاری بکنید کارستون، یک ملت دارم به شما نگاه بکنم. امروز و امشب وقت امتحانه. امروز اینجا خود کربلاست، یعنی یک جنگ عاشورایی. هممون میخواییم یک چیز رو ثابت کنیم، همه ما بچه امام حسین. حاجی این همه شهید امثال تو این بچه ها باید میرفتن تا اون بر عملیات شکل بگیره. ولی خودم آخرش هم بدون رضایت‌نامه ولی اومدی ها محمد. یه پلاک